سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. بریم سراغ ادامه آموزش نرم افزار تابلو. ما جلسه قبل راجع به لول آف دیتیل صحبت کردیم، از این جلسه یه جوره میشه گفت پس چه قسمت جذاب دورهمون میخواد شروع بشه و قراره توی حدودا حالا 7-8 جلسه آینده و این جلسه یه سری گراف های خاص رو من به شما آموزش بدم که چجوری بتونید توی تابلو پیاده سازه بکنید. اولین گرافی که میخوام اینجا بریم سراغش بهش میگن هیستوگرام. هیستوگرام دیدینش، چیزی که الان در تصویرم میبینی، قطعا خیلی جا دیدین رو. هیستوگرام برای استفاده میشه که اصطلاحا بیان فراوانی یک داده رو به شما نشون بدن چجوریه. یه مثالی براتون میزنم، مثلا فرض کن شما توی نیروی انسانی شرکتی دارید کار میکنید، مدیرتون بهتون میگه که من میخوام بدونم که فراوانی سنی کارمندام چجوریه. مثلا کارمندای زیر 20 سالم چند تان، 20 تا 30 سالم چند تان، 30 تا 40 هم چند تان، یه همچین گرافی میخوام به من بدی. شما در نهایت میاد چیکار میکنید؟ یه همچین گرافی به مدیرتون میدید، میگید که خب مثلا میگید که از 0 تا مثلا 20 سال و یکی در نظر میگیرید، این 20. بعد میاد میگید که خب از 20 سال تا 30 رو یکی دیگه در نظر میگیرید، بعد میاد میگید خب از 30 تا 40 رو یکی دیگه در نظر میگیرید و 40 به بالا هم یکی دیگه در نظر میگیرید. مثلا میگید این 10 تا کارمند اینجا من دارم، اینجا مثلا 20 تا 30 سال 40 تا کارمند دارم، اینجا مثلا 15 تا دارم، اینجا مثلا 8 تا دارم. به این میگن هیستوگرام. میخوام یاد بگیریم چجوری این هیستوگرام رو توی تابلو انجام بدیم. خب بریم یه مثالی با هم دیگه تو تابلو ببینیم. من تابلو رو باز کنم. خب لینک دیتا سیتی هم که این جلسه قرار باش روش کار بکنیم هم اینه، توی توضیحات ویدیو توی یوتیوب قرار میدم لینکشو. بیام اینجا یه فایلی به نام مستر اینو بازش میکنیم. خب تو اینم فایل مسترش رو میاریم اینجا، بریم تو شیت 1. یه مثال رو با هم دیگه ببینیم. من میخوام مجموع فروش رو خب توی مثلا سگمنت های مختلف ببینم چقدر. خب خیلی ساده است، این سه تا دقیقا سگمنت دارم که میتونم مقادیر رو ببینم. خب اینجا مشکل خاصی وجود نداره، اونه به راحتی دیتا شما قابل مشاهده و یه دید کلی نسبت به دیتاتون دارید. اما شرایط رو فرض کنید که مثلا من سگمنت رو بردارم، جاش مثلا منوفکچر رو بیارم، یه سورت هم بکنم، یه همچین چیزی رو شما تصور کنید. همینجوری باید اسکرول بکنید تعداد زیادی دیتایی که میتونید ببینید. خب این خیلی دیده خوبی به حالا کسی که این گزارش از شما میخواد نمیده، این نمیشه از این چیزی فهمید. من اینکه دونه دونه بشین اسمش این تولید کننده ها رو ببینه، مقادش رو ببینه، من اینکه همچین چیزی بخواد، ولی دیده کلی بهتون نمیده. مثلا فرض کنید مدیر شما میگه که من میخوام بدونم چند تا از این شرکت ها مثلا تو رنج مثلا 5000 تا 10000 هن، چند تاشون از 10000 تا 20000 هن، یه همچین چیزی ازتون میخواد. خب طبیعتا اونو نمیشه با همچین گرافی بهش نشون داد. اونجاست که شما به سراغ هیستوگرام. اما هیستوگرام رو چجوری درست کنیم؟ برای اینکه بخوام هیستوگرام درست کنیم، اولین چیزی که نیاز داریم بهش میگن بین. به بین نیاز داریم. بین چیه؟ بذار بنویسمش. بین. بین به این میگن بین. بچه من یکی اینا رو باز کنم. به اینا میگن بین. از 0 تا 10 رو میگن یه دونه بین، این هم میشه یه بین، این میشه یه بین دیگه، این میشه یه بین دیگه. اصطلاحا هم به این تقسیم بندیمون میگن بین. این که من چند تا تقسیم بندی داشته باشم، اینجا چند تا دارم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
یعنی اومده این 100 تا رو به 10 قسمت تقسیم کرده، به هر کدوم از این قسمت ها میگن یه دونه بین. حالا میخوام همین کار رو ما تو دیتا خودمون بکنیم. میام روی سلز، کلیک راست میکنم، یه گزینه داره به نام create beans، اینو میزنم.